بیننده بعدی ما آقای افشار گفتن سلام خدمت شما و دکتر صاحب من گوش هم درد نمی کرد. اما چرک زیاد دارد کدام مشکل ایجاد نمیشه نخیر مشکل نداره دکتر صاحب وقتی که گوش درد نداشته باشه دیگه چی مشکل داره خب عفونت و چرکی که داره دکتر صاحب عفونت این چرکی که از گوش جریان پیدا میکنه دو شکل است یک چرکی هست که طبیعی که دمایش گوش تشکل میکنه با نام یاد میشه وکس. افرادات غدوات یک نوع غدوات در مجرای خارجی گوش که مجرای خارجی گوش مرتوب نگاه میکنه ده. یا لذوجین میسازش بخاطر از اینکه اشتام اجنبی که داخل گوش میشه مانع داخل شدنش به گوش شود این طبیعی یک تفرادات چسبوک است زرد رنگ است در مجرای گوش هر کس می در صورتی که بسیار زیاد میشه مقدارش مجرای خارجی گوشو بند میکنه در این حالت دوات میتونه سبب یک تناقض شنوایی یا یک کری طرق ناقل شده در نزد اشخاص افراد که مریض می هم میگه گوشم کم کم شده و در بعض اوقات خارش هم در گوش مریض موجود میباشه و اگر یک چرک توسط چوبک توسط چوبک های پخدار و توسط چیزهایی که یک شخص گوش خوده تخریش میکنه اگر پیش بره بالای غشای تبل یا پرده گوش بالای غشای تبل یا پرده گوش فشار وارد بکنه سبب برنگس گوش هم شده میتونه دیگه کدام مشکل برای مریض احساس نمیشه پس دکتر ولی یک مقدار یک مقدار های دیگه هست که از گوش چرک میاد که او را نام اوتوره یاد میکنن اوتوره یا آمدن چرک از گوش این چرک مرزی است که از گوش متوسط به طرف بیرون سرازیر میشه که همیشه شما میبینید که تفلک ها را میبینید بعد اشخاص افراد بزرگ سال را میبینید که از گوشش یک قسم چرک نسوری رنگ یا زرد رنگ بویناک یا بی بوی یا خوندار یا بی خون روان میباشه که پاکش میکنید بعد دوباره میکنی. یا مثلا تفل در جای به سر خود خواب است طرف پولی که از, از گوش چرک میه حتی بالش چشمه میکنه, میکنه؟ تر میسازن. باو به او خاطر او چرک باز چرک مرضی است یا پاتولوژیک است که از اثر عوامل مختلفه با وجود میاد که اونو قابل تشویش است او بعضی اوقات همین شرک درد نداره ولی بعضی وقتی که انتونات یا میکروپ ها مداخله میکنه سبب درد میشه که هم به پولیش هم چرک گوش از گوش چرک می و هم در پولیش درد گوش موجود نی در پولیش تناقض شنوایی یا کری طرق ناقله هم موجود نی که یه قابل بس است و قابل تداوی که با تداوی شود بله آل برادر متشکرم که کدام نوع گوشان عفونت هم چرک داره؟